دکتر حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی و رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و دعوت ما رو برای گفتگو در رسانه سازمان جبهه ملی ایران در خارج از کشور پذیرفتید. خیلی متشکرم از شما، درود بر شما و خوشحالم که در خدمتون هستم و آمادم که سوالاتی که مطرح می‌فرمایید پاسخ بگیرم. بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، 14 اسفند 56 سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران و شخصیت برجسته تاریخ مبارزات ضد استعماری ایران و جهان رو پشت سر گذاشت. همینطور 29 اسفند ماه 71 سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران رو که با نام دکتر مصدق گره خورده رو در پیش رو داریم. به نظر و به اعتقاد شما ویژگی های اصلی روش مبارزه دکتر مصدق چه؟ استراتژی مبارزات دکتر مصدق مشخصا مبارزات سیاسی بود و پارلمانتاریسم و کوشش در این که با برقرار شدن انتخابات آزاد بتونه به مجلس راه پیدا بکنه و از تریبون مجلس حرفهای خودشو که در حقیقت مطالبات ملت ایران بود به گوش مردم برسونه و اونها رو در حقیقت بسیج بکنه برای این خواسته های ملی، خواسته هایی که جنبه آزادی خواهانه و استقلال طلبانه داشت. دائما در تمام طول زندگی سیاسیش متمرکز بود روی آزادی و استقلال و بعد از آزادی و استقلال به عدالت اجتماعی توجه داشت. از زمان نوجوانیش در جرگه آزادی خواهان قرار گرفت. دکتر مصدق از فعالین انقلاب مشروطیت بود در سن 23-24 سالگی. شعار انقلاب که آزادی بود و خواستن عدالت و عدالت خانه بود و قانون اساسی مطالبه میکرد. دکتر مصدق دنبال این شعارها بود و در همون دوره اول مجلس شورای ملی هم کاندیدا شد برای اینکه وارد مجلس بشه و نپذیرفت، برای اینکه این ایراد رو گرفت که من با توجه به آیین‌نامه انتخابات مجلس شرایط سنی لازم رو ندارم و از همین ابتدا نباید که به اصطلاح برخلاف اون آیین‌نامه و برخلاف قانون انتخابات حرکتی صورت بگیره. یعنی از همون ابتدا مورد وثوق مردم بود، مورد وثوق ملیون بود، آزادی خواهان بود و در اولین دورم همینطور که عرض کردم انتخاب قرار بود که راجع به ایشون صورت بگیره ولی خودش نپذیرفت و گفت که من برخلاف آیین‌نامه انتخابات عمل نمی‌کنم. قانونمند بود، معتقد به قانون اساسی بود که در همون مجلس اول تدوین شد و به آزادی بسیار اعتقاد داشت، برای اینکه مسئله دموکراسی و مردم سالاری رو در اروپا لمس کرده بود، به چشم دیده بود و معتقد بود که مادر تمام پیشرفت ها و توسعه ها آزادی هست و استقلال و آزادی و استقلال رو در حقیقت توأم با هم میدید و واقعا این دوتا واژه رو باید دو روی یک سکه دانست، آزادی و استقلال. اگر آزادی وجود داشته باشه
حاکمیت ملی محقق بشه استقلال هم وجود داره، برای اینکه یک حاکمیت ملی یه دولتی که نشأت گرفته از اراده ملت هست پشتیبانی به جز ملت طلب نمی کنه، ملت پشتیبانش هستن، بنابراین نیازی به قدرت‌های بیگانه و قدرت‌های خارجی و از بین بردن استقلال نداره. بنابراین یه دولت ملی و منبعث از مردم مستقل میشه. و برعکسش هم هست، یه دولتی که وابسته است و زیر یوغ بیگانگان قرار گرفته به آزادی هم اعتنایی نداره و دیکتاتوری و استبداد به خرج میده، برای اینکه بین مردم پایگاهی نداره و خودشو متکی به یه قدرت خارجی کرده و بنابراین به همین دلیل نمیخواد بذاره که صدایی از مردم بلند بشه، اعتراضی از مردم دیده بشه و سرکوب و استبداد رو در پیش میگیره. اینی که یک حکومت دیکتاتوری هم قطعا وابسته هم هست و زیر یوغ قدرت‌های خارجی هم هست. بنابراین آزادی و استقلال یکی از خصوصیات به اصطلاح سیاسیه که در دکتر مصدق در تمام عمرش دیده میشد. و خب به دنبال آزادی و استقلال مسلماً عدالت اجتماعی هم پیش میاد و مسلماً اعتلاء و توسعه و پیشرفت و شکوفایی کشور هم به دست میاد. و دکتر مصدق به عدالت اجتماعی خیلی توجه داشت، به دنبال آزادی و استقلال عدالت رو میخواست که تحقق ببخشه و ما دیدیم که در زمانی که قدرت به دست آورد و نخست وزیری خودش رو شروع کرد، یکی از کارهای مهمش پایه گذاشتن سازمان تأمین اجتماعی بود که به خاطر حمایت از قشر کارگر و زحمتکشان جامعه این مؤسسه رو بنیان گذاشت که امروز هم می‌دونیم میلیون‌ها نفر زیر پوشش این مؤسسه قرار دارن، به وسیله این مؤسسه بازنشسته میشن، حقوق بازنشستگی میگیرن، تحت درمان قرار میگیرن و یکی از مؤسسات عام المنفعه است که بنیانگذارش دکتر مصدق برای تحقق عدالت. خب منتها امروز متاسفانه شرایط طوری است که فساد گسترده همه مملکت رو گرفته، از جمله این سازمان در حقیقت مفید و عام المنفعه که مصدق پایه گذاشت گرفتار همین مصیبت فساد کرده، به طوری که شرکت های وابسته به این رو واگذار کردن، از حیز انتفاع انداختن و شرکت هایی که سودده بودن تبدیل به شرکت های ورشکسته و زیانده کردن و طوری شده که اون حمایتی که باید این سازمان از کارگران و بازنشستگان به عمل بیاره قادر نیست با فسادی که توش هست.